اینجا در واقع خدا مرکز تمامی دیدهاست. اما کسی هست که بعد از خدا به عنوان رئیس تمام این کسایی که در واقع قرار دارن این کارا رو انجام میدن که خودش هم باید این کار رو انجام میداد درسته اونها مرکز پرستش و موسیقی در آسمان بودن اما به این معنی نیست که فرشته دیگه پرستشش نمیکردن یا نباید پرستش میکرد اتفاقا لوسیفر هم باید او را پرستش میکرد تمامی آسمان و زمین در حضور و خدا سجده میکنن پس فرقی نمیکنه. حالا تصور بکن خدا مرکز یه جایی و دیده داره میشه. این بعضی موقع رو زمین هم می بینیم. که بیشتر در واقع اتفاقایی که میفته اون مرکز تمامیه. و یه نفر هم هست که خدا بهش افتخار داده، بهش مقام داده، بهش جایگاه داده که در این جایگاه باشه، رئیس همه اینا باشه. حالا شما تصور کنی شیطان از یه طرف یه گوشه‌ای، از یه طرف خداست که خالق همه چیزه مرکز توجه همه فرشتگانه که همه دارن او را توجه میکنن او را تمجید میکنن او را پرستش میکنن برای او سرود ها در وصف او میخونن از یه طرف هم من رئیس شما هم. یا در واقع نگاه کنه او رئیس هم است خب ولی کی داره پرستش میشه خدا برگردیم یه نکته دیگه به شما میگم وقتی راجع به خلقت فرشتگان نگاه میکنیم فرشتگان خلقتشون بر خلاف انسان به گونه دیگه ساخته شده نه فقط جنسشون متفاوته روحانیه بلکه طریق خلقتشون هم متفاوته با آدم وقتی کتاب مقدس صحبت میکنه فرشته ها رو تحت عنوان فوج فوج یا لشکر یا جمع یا کثیر یا لشکری در واقع داره صحبت میکنه میگه وقتی میگه اگر فرمان بدم دوازه مسیح میگه به پیلاتوس میگه دوازه فوج فرشتگان خواهد اومد یعنی لشکر عظیمی از فرشته ها خواهد اومد اما خلقت فرشته ها طوری بود که وقتی یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود و واقعا هیچ کس نبود و فرشته ها هم نبودن آدم و زمین و زمان که بماند فرشته ها هم نبودن و خدا بود و خدا بود و خدا بود وقتی خدا تصمیم گرفت فرشته ها رو بیافرینه در آن واحد شما تصور کنید میگیم که میلیون فرشته بوده یک میلیارد فرشته بوده هر چی که بوده تعدادش مهم نیست این کلام خدا میگه کرورها کرور کرور میدین کرور هزاره هزاران هزار اگر بگیم هزاران به توان هزار یا هزار رو زعبه در هزار بکنیم خب میتونه سمبولیک باشه کرورها کرور کرور یا در واقع میخوام بگه جمعیت خیلی زیاد وقتی داره هزار صحبت میکنه عدد هزار در واقع ده به توان سه صحبت از یه توانه ما میگویم سه دو مثلا دو به قوه سه یا ده به قوه فلان عدد ده عدد قوه است وقتی میخواد یه چی رو خیلی زیاد بکنه با عدد قوه به قول معروف استفاده میکنن به توان صحبت میکنه وقتی کرو رو عنوان میکنه یعنی ده ضربه در ده ضربه در ده یا ده به توان سه به قوه سه یعنی قوی شده و تجیه شده سه حالا این رو زعبه در باز خودش میکنه پس مجموع خواهد بگه خیلی زیادن داره برای مردمی صحبت میکنه که هزاران سال پیش بودن پس باید عدد ارقام رو خیلی ساده بشون میگفت آه هزار گرفتی یا هزار تومن داره یارو بابا مثلا الان مثلا میگن میلیون یه زمانی بود یارو مثلا از یه میلیون بیشتر بود میگفتن یارو میلیونره الان همه ایران میلیونرن درسته کسی هست که یه میلیون نداشته باشه پس چیزی که هست واجب عدد ارقام زیاده شما تصور کنید خدا داره آسمان و زمین رو قبل اینکه خلق بکنه میگه در آن واحد این میلیون ها رو با هم ساخت خب شما تصور بکنید خدای اینجا حضور داره و این اتاق خالی خالیه میخواد آن واحد هزاران فرشته رو که شما هستید بسازه پس شما هر کدومتون خلقت خودتون رو دارید و هیچ ربطی به بغل دستتون ندارید مستقل خلق شدید این خلقت و این نور رو به هم میدنه بهشون گه فوج یعنی لشکری خلقشون کرد جمعی و دسته ای خلقشون کرد این نبود که یه دونه خلق کرد بعد از این یکی اون یکی از اون یکی اون یکی چون بعدا میرسیم فرشته ها امور جن، جنسی ندارن زاده ولد هم و بچه دارم نمیشن تعدادشون کم هم نمیشه زیاد هم نمیشه اون تعدادی که ساخته شده ساخته شده پس هیچ تبتی هم به هم دیگه ندارن مستقل مستقل اینها رو که به شما میگم اگر چند جلسه اول چهار پنج جلسه اول خوب فهمیدید ما رو میفهمید وگرنه بقیش دیگه گیج میزنید توی نمیدونید چی به چی شد چون که تمام استنادها بر این چهار پنج جلسه اول خواهد بود اگر خوب بفهمید اتفاقا خودتون خیلی از سوالاتون رو پیش جوابش رو میگید آها پس حالا فهمیدم که چرا این اینطور شد یا چرا اون میشه گود برگردیم پس در واقع فرشته ها مستقل خلق شدن و هر کدومشون برای خودشون هویت خودشون دارن اما همشون هم روحانی هستن تعدادشون کم و زیاد نمیشه خب حالا اگه طرف دارن نگاه میکنن که در واقع خدا داره پرستش میشه توسط اینها این فرشته ها شخصیتی دارن و ماهیتی دارن که در واقع میتونن خودشون هم قدرت تصمیم گیری دارن در, واقع اگه بخوایم بگیم به نوع اون روانی که برای آدمی تعریف میکردیم که انسان داره روانه روان یعنی چی؟ فکر، احساس، اراده هر موجودی که این ستاره داره یعنی میتونه فکر کنه میتونه احساس کنه و میتونه تصمیم بگیره به این میگن شخص اگر یک نفر شخص حقوقی و شخص حقیقی توی دادگاه ها میری میگه این شخص های حقیقی هست یا نه میگه بار دیوانه است یا رو بر نگاش که عقب مونده است نگاش میکنه میگه بار بیچاره منگله بعد میگن این حقوقی نیست و حقیقی هم نیست چرا چون اگه نفر کشته قدرت تفکر نداری حقیقی نیست این شخص حقیقی نیست و حقوقی بهش تعلق نمیگیره یعنی حکمی بهش نمیگه دارم دادگاهی هم یاد یاد تو میدم قانون پزشکی یادتون میدم قانون غذایی یادتون میدم قانون آسمان یادتون میدم قانون زمین قانون فیزیک همه قوانین رو یاد میگم چون همه اینها به هم ربط داره همه اینها از آسمان اومده و شکل و فرمش رو زمین گرفته به خاطر میگه چیزی که در زمین هست از آسمان طراحی شده پس به همین دلیل اگه یه نفر این ستاره رو نداشته باشه شما برای چی یارو وقتی مس میکنه میره یه نفر رو میکشه میگه مس کرد یعنی چی اینجا تعطیله مخش تعطیله پس کسی که مخش تعطیله یه نفر رو بکشه عملا در اون زمان شخص حقوق، حقیقی نبوده یعنی خودش نبوده پس به همین دلیل نمیتونه در واقع حکمی برش صادر بشه میگن اون دیمونه بوده دست خودش نبوده بره زندان مثلا متوجه چرا دوست این قانونا برای چی داره میاد اینو انسان رو بشناسی حالا فرشته ها هم همینطورن فکر دارن احساس دارن و اراده دارن هر موجودی که میتونه فکر کنه هر موجودی میتونه فکر کنه میتونه احساس کنه و میتونه تصمیم بگیره باید نتیجه تصمیم گیری بکشه چه برکتش چه لعنتش چه خوبیش چه بدیش آن عمل که از آدمی سر میزند مزد آن اندر پیش در میزند تو نیکی میکنه در درجه میندازی خدا در یه جای دیگه برکت میده تو لعنت میکنی در دجله انداز یه جای تو لیوان میخوریش شعرها رو به هم زدیم ولی اشکال نداره همین که ما بفهمیم کافیه بقیهش مهم نیست پس این فرشته ها هم چون که میتونن حق انتخاب دارن میتونن فکر کنن با خدا بمونیم یا نمونیم لذت ببریم ناراحت بشیم غمگین بشیم خوشحال بشیم حسادت کنیم نه بخشش کنیم همه رو میتونه تشخیص بده و میتونه انتخابم بکنه من الان باید چی کار بکنم اطاعت کنم نه کنم برم یا بمونم بشینم یا بلنشم انجام بدم یا انجام ندم فرشته ها حق انتخاب دارن خب الان برگردیم به لوسیفری که حق انتخاب داره به عنوان کروبی میتونه ببینه میتونه احساس کنه میتونه تصمیم بگیره اتفاقی که اینجا افتاد همه فرشته ها دارن خدا رو پرستش میکنن فکر کنید زمان نبود هنوز اون موقع چون اون چیزی که به نام در ابتدا داریم وجود نداشت شبانه روز فکر کنید تمامی ایام میلیون ها سال هزاران سال هر چی که بوده داشتن خدا رو پرستش میکردن میلیاردها ها سال داشتن رو پرستش میکردن و دائم در واقع لوسیفر داره میبینه خب و اینکه میبینی تو میتونی لذت ببری میتونی ناراحت بشی همین که فکر میکنی میتونی راجع به اون کاری که اتفاق داری میفته و میبینی واکنش بدی کامنت بدی نظر بدی یا لایک کنی یا این لایک بکنی در واقع چونکه در درون تو داره میاد چشم تو گوش تو وجود تو داره اینها رو دریافت میکنه دیده هات شنیده ها تو داری میبینی و داره هر روز میبینه که چه اتفاقی میفته خدا داره پرستش میشه ولی من اینجا چه کارم این سوال اینجا به وجود میاد در درون آدمی احتیاج نیست که حتما گناهی بعضی وجود داشته باشه خاصیت آدمی اینه که میتونه آنچه که ببینه رو آنالیز بکنه خاصیت فرشته هم اینه که آنچه که میبینه رو میشن و میتونه آنالیز کنن میتونن فکر کنن اگر نتونن فکر کنن پس فکر برای چی داده؟ خب تحتیلش میگه یه حیوان میساخت فرق ما با حیوانات در اینه که ما میتونیم آنچه که ببینیم و آنالیز بکنیم اونها بر اساس غریزه هاشون کار میکنن ما بر اساس تعقلمون کار میکنیم اگر کار بکنیم با امید خدا ما باید عقل با عقل و اندیشه فکر میکنیم راجع بهش نظر میدیم حتی احساس میبریم لذت میبریم یا ناراحت میشیم آنچه که در فکر ما میاد در واقع میتونیم برداشتش کنیم به احساسمون چه واکنشی نشون میده آنچه که میبینه ما میشنویم و بعد تصمیم میگیریم که در واقع ادامه بدیم ادامه ندیم بریم بیایم چه کار بکنیم شما تصور کن ازدواج ها رابطه ها کجا با وجود میاد شما یه نفر میبینی یا خوشت میاد ازش فرار می‌کنی. به همین سادگی از این فاصله فاصله بگیری یا یه چی میشنوی یا نزدیک میشی یا فاصله میگیری چرا میره تو فکرت احساست من خوشم نمیاد از این شخص نه خوشم اومد از این شخص بعد تصمیم میگیری بری جلو یا بری عقب درسته خاصیت آدمی اینه برای فرشته ها که آنچه که میبینن و میتونن آنالیز کنن حتما نباید دلیل خارجی وجود داشته باشه یه گناهی وجود خودش در خودش میتونه در واقع آنالیز بکنه این توانایی رو داره و اینجاست که در واقع برای لوسیفر هم همین امکان وجود داشت که من آنچه که دارم میبینم شادمان باشم خودم هم همراهی کنم با اونها یا اینکه بگم در دل خودم خب اوکی من مشکل ندارم با پرستش این مشکل ندارم با پرستش خدا اما چرا پس من اینجا چیکارم؟ منم رئیسم، منم نفر بعدی بعد از خدا هم خب منم یه ذره پرستش بشم به چه اشکال میشه؟ چون خاصیت پرستش طوریه که میتونه پرستش گرفته رو اون که کتاب پرستش رو میگیره رو قلقلک میده حالا قلقلک به معنی مثبت نگاه کنیم اگر پرستش برای خدا خوشنود نبود خدا میگو درنو تو ببن نه؟ نمیگو پرستشی کنید پس خوش آینده درش وجد میاره در اون شادی میاره در او چون که داری احترام میذاری چی که مثلا بهش احترام بذارن بعدش بیا ما احترام نذاری ما حالا بد میشه می میلرزه مثلا کف میکنه میفته زمین میگه وای یارو احترام زده شد مثلا میگه یارو جف زده شد یه احترام زده میشه هیچ کس از احترام بدش نمیاد اتفاقا همه وقتی مورد بی احترامی قرار میگیرن ناراحت میشن پس طبیعیه که ذات آدمی هم اینه که تمایل به چی؟ توجه داشته باشه تمایل داشته باشه زنها دوست داره مردشون دورشون بگرده پرستاریشون کنه خب مردم دوست داره بگه چای براش بیاری چی میخوری عزیزم برات پرتقال پوست بکنم بذار درنش، اونم دوست داره بهش توجه بشه نه هر کس به نوعی دوست دارن همه آدم‌ها ها مرکز تا که دیگه اصلا گل انار رو دوست پدر مادر دورش بگردن دیگه خب پس همه آدم اینه دوستا برای چی دوست داره چرا به من زنگ ندی چرا به من هوای من نداشتی چرا با من توجه نکردی برای چی ناراحت میشه ذات آدمی اینه همه آدم ها دوست دارن مورد توجه قرار بگیرن مرکز در واقع توجه قرار بگیرن و مورد احترام قرار بگیرن و از این چیکار میکنن روحیه میگیرن شادی میکنن لذت میبرن درسته چرا؟ چون که میتونه لذت رو بفهمه چون که احساس داره میتونه لذت رو بفهمه چون که احساس داره و میتونه درک کنه احترام رو میتونه دریافت کنه اگر فکر و احساس را راننده داشت اصلا براش فرق نمیکرد که در واقع کی داره چی کارش میکنه شما تصور کن در حضور خدا به زمین بیفت و او رو پرستش کن حالا یه گاوی داره رد میشه جلوش بیافت و پرستش کن گاوه نمیفهمه چه رو رد میشه نمیفهمه درسته چون نمیتونه آنالیز نداره نمیتونه در کنه افغانه این احترامی که داره بهش میذاری یه فروشگاهی رفتن، فروشگاه پاکستانی بود متاه شخص هندو بود و خب گاو پرستی جز به یکی از بود که دفعه داشتم بهش میگفتم گفت کار ما فلانی اینطوری 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 من گاو رو پرستش میگم گفتم لذت هم میبره این گاوتون گفت یعنی چی گفتم وقتی پرستش میگه لذت میبره خوشحال میشه این گاوه اوف. نه واقعا من خوشحال میشم گفتم بعد چیه که اصلا چی داری بعد بهش میدی من فکر کنم الف بهش بدی بیشتر خوشحال میشه تا جلوش زانو بزنی <تصفح> درسته پس اینجاست که در واقع وقتی اونم داره نگاه میکنه که یکی داره پرستش میشه خب طب طبیعتا شما تصور بکنید یه مادری دائم رو مثلا صدا میزن عزیزم قربونت برم اینها اون یکی رو صدا نزنه چه اتفاق میفته؟ ترچدگی برای میداره دوستان اونم صداش بزنه میگه یک کتاب میخوندن میگفت که تو زندگی این شخص وقتی بچه بود میگفت ما دو تا خواهر بودیم و میگه یه بار یکی از دوستام اومده بود خونهمون و پیش من بود تو اتاقم بود یه دفعه مامانم گفت عزیزم یه لحظه میای میگه بعد من نشسته دارم با دوست حرف میزن بعد گفت که مامار تو رو صدا میگه نه منظورش من نیستم اون یکیه چون فقط اونو به عزیزم صدا میزنه یا yeah. پس اینجا طبیعیه که در واقع هر آدمی دوست داره و اینجا هم که فرشته در واقع لوسیفر هم احساس میگه چرا من تو گل چقدر لذت بخش اگه من مرکز توجه باشم اما کلام خدا میگه فقط خداوند شایسته پرستش هیچ مخلوقی شایسته نیست. روز جان چند بار راجع صحبت کرد. پرستش شایسته فقط خداست. ولی شو گذاری میتونیم از دیگرانم بکنیم. قدانی و احترام میتونیم از دیگرانم بکنیم اما پرستش فقط شایسته خداست. خب حالا اتفاقی که داره میفته فکر کنم کم کم پاسخو دارید میگیرید. خب دارید نگاه میکنه این لوسیفر چقدر لذت بخشه پرستیده شدن. و کاش من نیز پرستش می شدم. و این فکر در او او رو قلقلک داد که خودش با خودی خودش اولش شاید گناه نبود فقط یه فکر بود اما کم 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 به اندیشه واداشته شد من به هر کی میگم میره به هر کی میگم بیاد به هر فرشته میگم چه کار کنه چه کار میکنه همه چی هست و اینجا بود که این بذر درش شک گرفت از جایی نیومد این خاصیت موجودیه که حق انتخاب داره خاصیت موجودیه که قدرت تفکر داره مثلا خاصیتش اینه که بتونه در واقع خودش در خودش آنالیز بکنه هر چیزی رو احتیاجی نیست همیشه بد باشه که اگر من میشدم چقدر لذت بخش بود ولی آیا من شایستش هستم آیا من در اون جایگاه هستم و اینجاست که میگه حالا این فکر تو شروع شد باعث شد که این رو با دیگران توانی کنی توانی اینجا شروع شد به دیگران هم انتقال بدی اینجاست که در واقع سقوط از اینجا به میاد. در دل خود گفتی با آسمان اگه برم پرستش بشم جای خدا رو بگیرم چقدر لذت بخشه میگم و تو شایسته نیستی تو مخلوقی میگه در تمام کارها در واقع کامل بودی تا اینکه بی انصافی در تو راه یافت یعنی بی انصاف این بی انصاف یعنی چی از کلمه خب انصاف میاد انصاف یعنی چی؟ از کلمه نصف میاد نصف یعنی چی؟ یعنی که یه چیزی در مقابل یه چیز دیگه یه سیب رو شما نصف میکنید درسته؟ نصفش میکنید این نصف این نصف اگر تعادل نداشته باشه نصف نیست یه ذره شب نصف نیست اون بیشتر از اون یکیه پس انصاف از این واژه داره میاد که چیزی که کاملا در انصاف در وسط در نصفه که در واقع به نوعی همون عدالت محسوب میشه عدالت یعنی چی عدله یعنی میانه معتدل آن چیزی که در جایگاه خودش باید باشه نه این وره نه این وره به خاطر میگه قاضی منصف بود منصف بود یعنی عادل بود نه چپ گرفت نه راست گرفت نه چپ و چربان نه راست و چربان دقیقا خط وسط رو گرفت ما این واجه رو که باز کنم شما تازه میفهمید که چی قراره بشنوید درسته؟ حالا میگه بی یعنی چی یعنی این جایگاه جایگاه تو نیست که نستش من اینجا بشینم نستش تو اونجا بشینی به میگم این جایگاه مال تو نیست شاید بهتر گناه رو نگیم در دل بگیم وسوسه وسوسه خودش به خودی خودش گناه نیست تا زمانی که تایید نکردی تا زمانی که به تصمیم نرسیده تا زمانی که فقط تو فکر داره بازیت میده داره قلقلکت میده گناه نیست تا اینکه فقط باش داری روبرو میشی داشت که داری جنگ میکنی داری باش دست پنجه نرم میکنی داری باش کشتی میگیری هنوز گناه نیست به همین اگه گناهی داری باش دست پنجه نرم میکنی یه داره برو حالا برم یا نرم اگه نرم کلا میره سرم مثل سندی خب این خودش گناه نیست بعد میگه بریم دیگه بزن بریم دیگه گناه شد دیگه خب پس اینجاست که من باید متوجه بشم که در واقع وسوسه خودش گناه نیست چه در دل چه در بیرون اگر پذیرفته نشه نه هنوز صحبت سر اتفاق افتادن وقتی میپذیریش زمانی که انتقال میدی تایید میکنیم که پذیرفته شده یکی از از کجا من میدونم که این گناه اتفاق افتاده حداقل برای لوسیفر میبینه انتقالش خودش یعنی تصمیم گرفته دیگه تمام من اونجا جایگاهم هست حالا دنبال کسی بعد بگردن که حالا من رو پرستش کنه فقط من قبول کنم که جایگاه من خب کی میخوام منو پرستش کنه هیچ کس پس بیام حالا بهشون بگم خب شما میایید منو پرستش کنید امتیاز دارید بهتون اینه میدم بهتون حال میدم سا سا این بهتون میدم تو رو مقام میدم تو رو فلان یه چیزی بهشون ارائه میداد که اونا هم میگن آها خب اگه به ما میدی باشه میایم دنبالت درسته پس خودش یه نوع تاییدیه که در واقع به نوعی قبول کرد و پذیرفت این گناه رو که شروع کرد به انتقال دادن و اونجاست که میگه دلیل سقوط شیطان از اونجا شد حالا بعد خیلی مبحث داره این اما بعدا از اینجا میرسیم که در واقع شروع کنه همین رو به آدمی میده خب چرا خودت خدا نمیشی چون خودش هم این پروسه رو طی کرده بود خب من که نشدم حالا تو هم سقوط میکنم چرا چون که فهمید خدا این جا رو نمیده به کسی پس اگر آدمی سک بدم کافی آدمی هم تشویق بشه به خدا شدن اونم سقوط میکنه مثل من چون که تجربه داشت میدونست این فکر حتما با سقوط صد درصد با سقوط روبرو میشه به همین دلیل همین کپیش اومد داد با آدم از این میوه درخت بخوری تو مثل خدا میشی این که در واقع در اعتقادهای قبلی خونده بودید که سقوط شیطان به خاطر خلقت آدمه دروغه همچین چیزی کتاب مقدس به ما نمیگه که روزی خدا انسان را خلق کرد و بر همه مخلوقات فرمود که او را سجده نمایند و همه سجده نمودن الا ابلیس کشکه همچی چیزی نیست سقوط شیطان اصلا ربطی با آدم نداره اصلا ربطی به خلقت آدم نداره آدم اصلا به وجود نیومده بود که شیطان سقوط کرد شیطان سقوط کرد بود خاطر اینکه خودش میخواست خدا باشه و با پرستش بشه اصلا ربطی به آدم نداشت این داستان خودش بعدا من تو کتابی که در واقع 1400 سال اومد کتابش رو داد تو اون کتاب اینو اینطوری تعریف کرد که گناه رو از گردن آدمی باشا. اولا که همه لژیون نیستن لژیون ندارن خدا نکنه خب نکته دوم هم اینه که تعدادش کتاب مقدس صحبت نمیکنه خب اگر فرشتگان منظور فرشتگان سقوط کرده است دیگه اوکی و تعداد مشخصی نمیده فقط تعداد زیادی رو عنوان میکنه خب در ضمن روح ها همیشه 24 ساعت در یه نفر کار نمیکنه بعضی روح‌ها هستن که دیوها هستن که در شخص ثابته بعدا میرسیم بعضی دیوها هست که مقطعی کار میکنه امروز این کار میکنه روی 20 نفر کار میکنه معمولیت چه سی نفری هست خب یه سری به این میزنه یه سری به اون میزنه یه چلوکبی با این میخوره یه نوشابه با اون میخوره یه آبگوشت با اون میخوره دوباره برمیگرده با, با این در واقع باقل پلو میخوره و حال خب با همه میچرخه ولی در بعضی ها به طور خاص ثابت میمونه بعضی دیوها. ها معمولا دیو زمانی که در شخص ثابت بمونه داره به زندگی او پایان میده به همین دلیل تا پایان زندگی شخص نرسیده باشه و تصمیم نگرفته برای نابودی یه دیو دیو جایی ثابت نمیمونه زمانی ثابت میمونه که دیگه میخواد پایان بده به زندگی شخص حالا اینو بعدا میرسیم الان زود یه مقدار راجع به دیو ها بشنویم خب حسادت خشم کینه بغض و در واقع انتقام شیطان چیزی نداره از دست بده بالاتر از جهنم که جهنم نیست دیگه چه فرقی میکنه باید. چیزی برای از دست دادن توی قمار نداره اما چیزی برای حالگیری خدا داره که بچه هاشو بکشه حداقل خدا رو در واقع ناراحت بکنه و دل دقل به خدا رو بشکنه و اذیت بکنه اوکی ولی خودش چیزی برای از دست دادن نداره نداره